و بعد میگه من دیدم اون سوار رفت جلوی جمعیت ایستاد و با علامت دست اشاره میکرد بیاین. شاید الان کمی روشن بشه که اون حس و حالا و انرژی های خاصی که تو مسیر بهت میرسه از کجاست. رقت قلب هایی که حاصل میشه، داری راه میری، از خود بی خودی عشق میریزی، اون عشق های بی اختیار. حالا آدم متوجه میشه که داستان چیه. شما داری حرکت میکنی در حالی که اهل بیت دارن همراهیت میکنن، حال معنوی بهت میدن، به بهترین نحو داری پذیرایی میشی، پذیرایی با احساس. فکر میکنیم برای چی پشتیبانیشون تو این مراسم اینقدر پررنگه؟ اینی که اهل بیت تو این زیارت رو این جاده نظر خیلی خاصی دارن شواهد زیادی داره. یه مورد دیگه‌ش هم براتون بگم، خالی از لطف نیست. اون نوحه عجیب و سوزناک ملا واسم، شاید یادتون باشه، اون مداح مشهور عراقی تزورونی. این نوحه خیلی عجیب بود، بیداد کرد این نوحه. اونایی که تو این وادی هستن میدونن چی میگم. اینقدر عنایت روش بود که اونایی که حتی معنیش رو هم متوجه نمیشدن از سوز این نوحه منقلب میشدن. فوق‌العاده بود. معناش رو که میخونی دیگه عقل از سرت میپره، مجنون میشی به تمام معنا. شعر این نوحه عنایت خود حضرات بوده. قمر منیر بنی هاشم ابل فضل العباس علیه السلام این شعر رو عنایت کردن به یکی از محبین اهل بیت و ملا باسم هم اجراش کرد. تو این شعر چی میگه؟ یه جاهایش ابا عبدالله الحسین علیه السلام خوش آمد میگن به زوار و میفرمایند من و عباسم، من و عباسم، داریم شما رو همراهی میکنیم. و حق چف الكفیل وجود و الرایه انا و عباس و یاکم یمشایه. مجددن اینجا حضور امام در کنار زوار. تزورونی بیاین زیارتم، اسجل ها اسامی کن، می نویسم زیارتتون رو، ثبت میکنیم براتون. و یه جاهای از این شعر قسم یاد میکنه به اکبرش، به زینبش، به شش ماهش که جبران میکنم براتون. علی واجب اوافیکم یا وفای تواسینی شعایرکم تروینی مدامعکم اواسیکم انا و جرحی اواسیکم هلا بیکم یا زواری هلا بیکم. جگر سوراخ میکنه این شعر، فوق العاده است. حتما پیداش کن و مضامین این شعر رو ترجمه هاشو بخون. و نکته بسیار جالبی که داره، یه جاهایی از این شعر به پرچمهای زوار اشاره میکنه و اگه دیده باشین زوار عراقی تعصب خاصی دارن که پرچم همراهشون باشه. و حالا در ادامه یه نکته خیلی خاص در رابطه با اون پرچم ها عرض میکنم براتون که ما باید چیکار کنیم. ولی باز تأکید میکنم ترجمه اون تزورونی ملا باسم رو حتما بخونید و پیشا پیش عرض میکنم گوارای وجودتون باشه اون حالی که موقع خوندن اون شعر پیدا میکنید. بگذاریم سر این عنایات عجیب و سنگین اهل بیت به این مراسم چیه؟ حالا که کار به اینجا کشید این مطلب رو هم بگم که خاطر جمع بشه و یقین کنی که تو این مسیر یه سر عظیم وجود داره. این مطالب رو دارم مقدمه میکنم برای اون سر بزرگ. این جریان رو هم یکی از خبرنگارای جاده نجف برام تعریف کرد. اون خبرنگار تعریف میکرد که چند روز داشتم تو جاده گزارش تهیه میکردم، حسابی گرد و خاک و کثیف شده بودم، گفتم برم یه دوش بگیرم. بعد اومدم که از حمام موکب استفاده کنم، مسئولین موکب خب دیده بودنمون و دیدن اهل رسانه هستیم، اینا خواستن خصوصیت به جا بیارن، ما رو سوار ماشین کردن، چند کیلومتر از جاده دور شدیم و ما رو آوردن خونه خودشون. اونجا که رسیدیم طرف میگه من دیدم مهمونای دیگه ای هم هستن، که یکی از اون مهمونا دیدم اون فرمانده های نیروهای مستقر در جاده هستن، فرمانده های نظامیشون،
که برای استراحت و استحمام و اینا اومده بودن. صحبت از اربعین و حال هوای خاصه شد. میگه اونجا یکی از این فرمانده ها این مطلب رو تعریف کرد که سال گذشته یه انتحاری تو مسیر دستگیر شد. خب انتقالش دادن و بازجویی. برای بازجویی سوال پیش اومد. از اون انتحاری سوال میکنه: تو که تو جاده بودی، کمربند انفجاری هم داشتی، از جون خودت هم که گذشته بودی، چرا اینقدر معطل کردی که بگیرنت؟ براش سوال شده بود دیگه. طرف اومده تو جاده از یه سری موانع هم رد شده، تو موقعیت بوده، جلیقه انتحاریش هم همراهش بوده، شاید لازم بوده فقط یه شاسی رو فشار بده. چطور شده که دستگیر شده و موفق نشده کارش رو تموم کنه؟ این برای بازجو سوال بوده. جالب عنایات رو ببینید. انتحاری تعریف کرده بود: ما مأمور شدیم مثلا از نقطه آ بیایم نقطه بی و عملیات انجام بدیم. حرکت کردیم، خودمون رو رسوندیم به اون نقطه مورد نظر. ولی